اسب خیر دوستان عزیز، به دوشنبه روز دوباره با هم هستیم و در درس مادر امروز هم از را باش ادامه میدیم. شخص خود را بد نمی بیند. اگه سوالی هم داشتید در مورد موضوع مثل همیشه بفرستید برامون و موضوع رو سعی کنیم که شفافترش کنیم. شخص خودش را بد نمی بیند. در مورد خود را بد ندیدن در زهر نوشته شده: داوود خودت را به چهار جهت دید، خود را فقیر می دید، خود را حاسدیم یعنی مردمی با ایمان می دید، او خود را حسدی می دید چنان که نوشته شده: روح به من را شاد کن زیرا ایمان دارم. زیرا انسان نباید خود را گناهکار بداند. و شما می گویید خب پس او به گناهان خود اعتراف نمی کند، اما اینطور نیست. در مقابل اگر به گناهان خود اعتراف کند حسید می شود، زیرا آماده است تا توبه کند، خود را از شری که تا امروز در پلیدی بوده است دور کند. اما حالا به سمت راست بالا که خسد است می چسبد و به استقبالش می آید، چون حسد در آغوش می گیرد حسید نامیده می شود. نگویید خالق او را نمی پذیرد مگر اینکه تمام گناهانش را از روی گناهانش را از روزی که به دنیا آمده به تفصیل بیان می کند، حتی آنهایی که از او پنهان بوده است. چون اینطور نیست، برعکس، فقط لازم است گناهانی را که به یاد می آورد به تفصیل بیان کند. اگر هنگام اعتراف ذهن خود را به سوی آنها معطوف کند که توبه کنند، گناهان دیگری به دنبال خواهد داشت. تا اینجا سخنان زهر بود. ببینیم اینا در زهر نوشته. معلوم نیست که میخواد به ما بگه. راباش هم برامون میگه یه چیزایی الان. ببینیم چیا هستن. الان اینها رو ما اگه به این شکل بخونیم نمیتونیم بفهمیم هیچ وقت. یعنی زهر رو باز کنیم بخونیم از اینجا هیچی نمیتونیم بفهمیم. به خاطر این راباش به ما یک مقاله نوشته. ببینیم ما باید موارد از این موارد چه درک کنیم. یک، چگونه میتوان در مورد خود گفت که حسید است؟ این در حال حاضر درجه ای از اهمیت است. پس چگونه او خود را ستایش می کند؟ دو، می گوید انسان نباید خود را بد ببیند. از سوی دیگر کسی است که مقاله ها رو درست کنه امروز؟ یادداشت کنید اینا رو. در ماده یک خودت رو چگونه دو، میگویند انسان نباید خود را بد ببیند. از سوی دیگر گفته می شود که انسان باید جزئیات گناهان خود را بیان کند. با این حال گفته می شود که او مجبور نیست از روز تولدش تمام گناهان خود را به تفصیل بیان کند، بلکه فقط گناهانی را که به یاد می آورد. بنابراین وقتی گناهانی را که مرتکب شده است به تفصیل بیان کند. به هر حال همچنان شرور است، پس چرا به او می گویند که نباید خود را بد ببیند؟ آیا تفاوتی وجود دارد بین این که بگوییم فردی بد رفتار کرده است اما نگوییم آن شخص بد است؟ من ترکیم ضعیفه یا ترجمه ضعیفه؟ چی؟ اشکال از کیه؟ اگر کسی بگویید کار بدی کردم، قبلا گفته است که بد هستم. همانطور که از سخنان حکمت ها می فهمیم، راو یوسف می گوید کسی کسی آمد تا او را مجبور کند. این و دیگری با هم ترکیب شدند تا او را بکشند. او به میل خود گناهکار است. تورا می فرماید گناهکار را گواه مکن. رابا می گوید انسان به خود نزدیک است و خود را بد نمی داند.
پس اگر بگویید گناه اگر کرده ام، نمی توان به او بگویید اعتماد کرد چون گناهکار است. اما در اینجا وقتی او به گناهان خود اعتراف می کند، می گوییم که او را به خاطر آنچه می گوید بد می نامند، زیرا کسی خود را بد نمی داند. در این مورد این سوال باقی می ماند، چگونه می توان در هنگام اعتراف گناهان خود را به تفصیل بیان کرد؟ ما باید درک کنیم که چرا آنها این را می گویند. فرد خود را بد نمی داند. دلیل آن نزدیک به خود است، اینکه شخص نزدیک به خودش است. بنابراین عشق همه گناه ها را در بر می گیرد، می پوشاند. ما نمی توانیم در کسانی که دوستشان داریم ببینیم، زیرا خطا چیز بدی است و از عشق به خود طرف می گیرد، زیرا نمی تواند به خود آسیب برساند. بنابراین انسان خود را بد نمی بیند و نمی توان به او اعتماد کرد که در مورد خودش بدی شهادت دهد، مانند بستگانی که شهادتشان باطل است. باید بدانیم وقتی انسان از خالق استغفار می کند و در توبه از خالق استغفار می کند، می خواهد توبه کند، کیست که جلوی او را بگیرد؟ این سوال پیش می آید. او ممکن است توبه را انتخاب کند، اما چرا نیاز دارد که خالق به او کمک کند تا توبه کند؟ در دعای 18 دعا می کنیم: پروردگارا، ما را به شریعت خود بازگردان و ما را به پادشاه خود نزدیک کن و به خدمت خودت برسان و ما را در پیشگاه خود به توبه کامل برسان. این بدان معناست که بدون کمک او نمیتوان توبه کرد. ما باید بفهمیم که این چرا اینطور است که انسان به تنهایی نمیتواند توبه کند. همه چیز را بخونیم، بعدا میگیم که چی. اگه سوالی هم داشتید میپرسید. یادم طولانی نیست مقالم. چیزایی هستن که قبلا کار کردیم. توبه میدونید که چیه، گناه چیه میدونید. این کل اینها تجربه های شخصی فرد در معنویات. در مطالب قبلی اشاره شد که از آنجایی که خالق ما را در طبیعت به میل به دریافت آفریده و این میل در ابتدا برای دریافت به وجود می آید، اما بعدا متوجه می شویم که اصلاح وجود دارد، نه دریافت برای دریافت، بلکه برای دریافت. دریافت به منظور بخشش. اینجا اصلاح بنویست. به این اصطلاح سیمسوم یعنی محدودیت میگویند. این بدان معنی است که پایین تر نمیتواند نور را قبل از اینکه برای هدف گذاری مناسب باشد دریافت کند. قبل از اینکه انسان از عشق به خود بیرون بیاید، نمیتوان نور خالق را که از این اصلاح به پایین به مخلوقات میرسد احساس کرد. بنابراین ابتدا باید از عشق به خود بیرون بیاییم، در غیر این صورت سیمسون بر ما خواهد بود. این جمله هم درستش کنید. با این حال شخص نمیتواند از طبیعت خالق خود خارج شد، زیرا خالق این طبیعت را آفریده. بنابراین انسان چاره‌ای ندارد جز اینکه از خالق بخواهد که به او فطرت دوم یعنی میل به احسان بدهد. بنابراین انتخابی که به انسان داده شده فقط این است که از آفریدگار کمک بخواهد و دعا کند تا به او فطرت دوم را بدهد. بنابراین وقتی انسان میخواهد توبه کند، باید از خالق خود بخواهد که به او کمک کند تا از عشق به خود به سوی دوست داشتن دیگران حرکت کند. به همین دلیل از خالق و ما دعا می کنیم که خداوندا ما را بازگردان. یعنی چیه آدم رو بر مرگ در می گردونه؟ اینه که شخص رو از عشق به خودش در بیاره. پس چه زمانی واقعا انسان از خالق می خواهد که او را با توبه بازگرداند؟ این تنها زمانی اتفاق می افتد که احساس کند نیاز به توبه دارد. قبل از تشخیص بد بودن آن، جای دعا برای اصلاح نیست. در نهایت به اندازه کافی بد نیست که به رحمت خالق نیاز داشته باشیم.
این بدان معناست که دعایی که باید پذیرفته شود دقیقا همان مقدار رحمتی است که شخص به آن نیاز دارد. همانطور که در دعای 18 هم میگوییم دعا را میشنوید که از هر دهان قوم خود یعنی اسرائیل می آید. از این رو این امر ضمنی است، اما چه زمانی؟ شخص اگه به خدا رو کنه که من رو اصلاح کن، خدا اون دعا رو میشنوه و به غیر از این دعاها، دعاها در هواست، قبول نمیشه. پس آفریدگار که دعای هر دهان را میشنود؟ وقتی انسان احساس کند که به رحمت نیاز دارد. این ویژه زمانی اتفاق میافتد که فرد در مضیقه شدید است و هیچ کسی نمیتواند به او کمک کند. آن وقت است که میتوان گفت برای طلب به رحمت نزد خالق آمده. اما قبلا وقتی برای درخواست چیزهای تجملی نزد خالق میآید، به این معنی بود که وضعیت او آنقدر هم بد نبود. افرادی هستند که وضعیت آنها را بدتر از خود میبیند. پس دعای او با خالق به خاطر محتاج رحمت بهش نیست، بلکه به این دلیل است که میخواهد در وضعیت بهتری قرار گیرد و از دیگران برتری یابد. این بدان معناست که با درخواست از آفریدگار که به او زندگی مجللی بدهد، میخواهد شادتر از دیگران باشد. بنابراین وقتی انسان از خالق درخواست می کند که دعایش را بپذیرد، ابتدا باید ببیند که او بیش از دیگران به حیات نیاز دارد. به عبارت دیگر می بیند که همه در این دنیا زندگی می کند، اما او زندگی ندارد، زیرا خود را گناهکار می بیند. یعنی بیشتر از دیگران در عشق به خود فرو رفته است. سپس می بیند که به رحمت بهش نیاز ندارد. سپس می بیند که به رحمت بهش نیاز دارد، نه به این دلیل که می خواهد زندگی مجللی داشته باشد، بلکه به این دلیل که زندگی کدوشا قداست را ندارد. بنابراین سپس او را واقعا برای احتیاج روح او طلب رحمت می کند. به آفریدگار می گوید خدایا تو به گرسنگان نان می دهی و اسیران به اسیران آزادی. یعنی می بینیم که فقط به ایمان نیاز دارد که به آن نان می گویند و همچنین می بیند که در زندان نی به نام عشق به خود است و نمی تواند از آنجا بیرون بیاید. فقط خالق می تواند به او کمک کند. این به این منزله آمدن به دعا برای دعای واقعی است. ما باید درک کنیم که دعا مربوط به کمبود است. کمبود به این معنی نیست که او آن را ندارد، برعکس کمبود یک نیاز است. بنابراین کمبود زیاد به این معناست که او به آنچه می‌خواهد نیاز زیادی دارد. اگر حاجت زیاد نداشته باشد، به این معنی است که کمبود زیادی ندارد و لذا دعایش زیاد نیست، زیرا به آنچه می‌خواهد نیاز ندارد، بنابراین تقاضای آن چندان بزرگ نیست. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، انسان نمی‌تواند چیز بدی را در خود ببیند. به همین دلیل اگر انسان یقین بداند که مریض است و مریض بودن بد است، برای شفای بیماری خود نزد پزشک می رود. اگر پزشک بگوید که هیچ گونه ناهنجاری در بدن خود نمی بیند، به او اعتماد نمی کند. او به متخصص مراجعه می کند و متخصص به او می گوید که مشکلی در بدنش پیدا کرده و باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. این فرد قطعاً خوشحال خواهد شد که متخصص بدی را در او پیدا کرد و بهای زیادی به متخصص می پردازد که بیماری خود را پیدا کند و یاد بگیرد که چگونه بدن خود را درمان کند تا بتواند زندگی کند و از زندگی لذت ببرد. می بینیم که اگر بدی را پیدا کنیم، مانند بیماری چیز خوبی است. آن وقت نمی توان گفت که شخص بدی را در خود نمی بیند، زیرا در این صورت می خواهد بدی ها را اصلاح کند و آن وقت بدی ها به عنوان بدی ها به عنوان خوبی پذیرفته می شوند. بنابراین تنها در این صورت است که می توان بدی را در درون خود پیدا کرد. بر این اساس چگونه میتوان گفتار زهر را درک کرد که از یک سو شخص خود را بد نمیداند و سپس باید گناهان خود را به تفصیل بیان کند. در نتیجه وقتی انسان جزئیات گناهانی را که انجام داده است با بیان این که این گناه را انجام داده، خود را بد نمیبیند، ما میتوانیم پاسخ دیگری بدهیم.
وقتی می آید از خالق سوال می کند، خالق او را نزدیکتر می کند، زیرا غرق در بدی یعنی شر یعنی عشق به نفس است. او می داند که اگر می خواهد دعایش قبول شود، باید از صمیم قلب به درگاه خالق دعا کند که او بیش از همه به رحمت نیاز دارد، زیرا احساس بدتر از آنها دارد. آن وقت او باید در خود بدتر از بقیه مردم ببیند. در غیر این صورت، دروغ گفتن از آنها بدتر شمرده شده و نوشته شده است، خداوند نزدیک است و هر که او را به راستی بخواند. پس اگر در خود بدی بیابد، در مورد خود می‌بیند، او به شدت احساس نیاز می‌کند که خالق به او کمک کند و این امر پسندیده شمرده می‌شود. بنابراین وقتی گناهکاران خود را به تفصیل بیان می‌کنند، تلقی نمی‌شود که خود را شریر بداند. برعکس، او اکنون می‌تواند دعای صادقانه‌ای برای خالق بخواند تا او را به او نزدیک کند. به دنبال آن بدی را در خود می‌یابد و به خالق نیاز شدید می‌یابد، نیازی که به آن نقص می‌گویند. ضمناً دعاهایی که می‌خواند باید از ته دل باشد، زیرا پوست معنی از ته دل معنی کلمه از دعای ظاهری نیست، یعنی دعاهایی که می‌خواند باید از ته دل باشد، زیرا معنی کلمه ته دل یعنی دعایی که انجام می‌دهد ظاهری نیست، یعنی به خاطر کمبودش دعا می‌خواهد. به عبارت دیگر، این نارسایی به جای می‌رسد که گوش می‌دهد و این بدان معناست که تمام اعضا کمبود آن را احساس می‌کند و تنها در این صورت است که به آن دعا میگویند. بنابراین سوالی را که پرسیدی متوجه میشویم که چگونه میتوان در مورد خود بگوید که او حسید است، زیرا حسید قبلا یک رتبه است. زیرا همه را حسید نمیگویند، پس چگونه میتواند در مورد خودش بگوید که او حسید است؟ همانطور که از بارها سلام شنیدم، گفت به خردمندان حکمت خواهد داد، اما او باید میگفت به احمقها عقل خواهد داد. او در این باره گفت عالم نام آینده اوست. کسی که میخواهد عاقل باشد از قبل عاقل محسوب میشود. بنابراین وقتی انسان میگوید من حسید هستم، شرط ایمان را میخواهد که دوست داشتن دیگران نامیده میشود. اول دعایی برای فقرا، یعنی برای خود دوستی و من میخواهم حسید باشم خواند. گفت بنابراین ظاهر مقدس در اینجا خاتمه مییابد و میگوید پس آن شخص حسید است، زیرا به توبه و بخشش رسیده است و خود را از شری که تاکنون در آن ناپاک بوده دور میکند. اما حالا بالا سمت راست که حسید است را در آغوش میگیرد و به استقبالش میآید. او را حسید مینامند زیرا حسد را در آغوش میگیرد. بنابراین اکنون او به آغوش حسد آمده است و بنابراین او را حسید مینامند. از اینجا میفهمیم که ظاهر چی میگه. با این کار ما همچنین میفهمیم که ظاهر مقدس چه میگوید. نگویید که خالق او را نمیپذیرد مگر اینکه تمام گناهانش را از رویی که به دنیا آمده به تفصیل بیان کند. این چنین نیست. اگر در هنگام اعتراف به توبه از آنها بپردازد، گناهان دیگری به دنبال خواهد داشت. باید بگوییم که اگر انسان برای ژن و ریشه‌ای که همه گناهان از آن سرچشمه می‌گیرد، یعنی اصلاح میل به دریافت دعا کند، طبیعتاً همه گناهان از همین یعنی عشق به خود ناشی می شود. اونجا رو ترجمهش رو دوباره چک کنید، هر کی ترجمه کرد اون جملات آخر رو. سوال.
kötülüğü bedenin üzerimizdeki kontrolü görüyoruz. میبینیم که Yüzden بدی بر روی بدن ما کنترل داره çoğu و zaman از این شرایط kötü متنفریم، میخوایم از این hissiyatlara خارج yeniden بشیم. muhtaç میبینیم kalıyoruz. که با خواستن نمیشه. چگونه میتونیم Hissiyatlar. محتاج، شرایطی که در مقاله نوشته محتاج بیایم؟ Şu anda رهبر yeterince میگه var. که باید جمع بشه. O الان arzuda değil, o eksik. آدم به اندازه کافی در اون آرزو کمبود نیست. پس به خاطر این باید اون کمبود رو İhtiyacın احساس کنه. olmazsa olmaz. احتیاج اگه نباشه نمیشه. مثل میگه Ömrün که مثل boyunca نان هست. اگه نخوری öyle bir نمیتونی kıvama زندگی geldiğimiz کنی zaman, یا زنده باشی. öyle bir kıvama da gelmek فقط mümkün. اون وقت میتونه باشه یعنی. O yüzden. Genel olarak bize anlatmak istediği şey şu arkadaşlar. Çizi ki Maddi میخواد dünyada برامون بگه دوستان hasret در etmiyorum, معنویات hasret etmiyorum. میگه Sadece که به duygularını sadece hissediyorum. حسد O میچسبم hissi یعنی خط yönetiyorum. راست یعنی به محبت دوستی Eğer o niteliğe عشق tutunursam به این میچسبم. اگه bütün به اون ویژگی imtiyazlarımı خودم رو kazanırım. بچسبونم بیماری درونم را باید ببینم. Aynı doktor örneğinde verdiği gibi. O yüzden دقیقا به sevgi شکلی yolunda که در yürüyen مثال herkes دکتر hasidi میگه takip پس etmiş ya da کسی که راه عشق رو görevli تعقیب olarak میکنه görevini yapıyorsa حسید kontrol edemez. دانش آموز O yüzden که به رهبرش یا hasedin معلمش yani چسبیده. yükselme niteliği inanca tutunan Hasid bilinçli به hasi hesed yapıyor gördüğünüz yani gibi. kesi ki be iman Ama خودش inanç رو sahibi بسته. olmak Yani istiyor. فعلا من ایمان نداره Sahip ولی olmak میخواد که manevi صاحب bütünden ایمان باشه. başkalarını sevmek صاحب istiyor. ایمان بودن یعنی در Kendine güveni معنویات olmaz. شخص دیگران رو دوست Kendi داره. Çünkü hissi میگه که طبیعتمون ve alp böyleyken دوست داشتن خودمون herkesin هست. inancını وقتی هم kırmak شرایط به mümkün این değil. şekli O ممکن yüzden نیست که sevgi شخص yolunda در این yürüyen شرایط herkes بتونه در hasidi معنویات takip پیشرفت کنه. etmiş پس برای اینکه به توبه ya بتونه da بیاد inanıyorsa باید به o عشق zaman خودش رو بچسبونه که اگه این کار رو انجام بده به عشق بچسبه bahsettiği şey budur. میتونه Onun için کار رو mutlaka bir انجام. uzmana gitmesi چیزی lazım. که میگه اینه و Bir برای این uzmanın میگه که görüşünü باید kendine بره پیش متخصص که getirebilsin. اون بدی که درونش میبینه بتونه İyileştirmesi خوبش lazım. کنه و Kim burada uzman? بتونه بخواد که ای بخواد Doğru که او رو düşününce sevgi درستش hissini کنه. اینجا هم kazanınca متخصص کیه؟ biraz خداست. öğrenecek, پس شخص از hissedecek کار ve yaşayacak. از درون Tamamen کار hissi خودش yönetimi. باید چیزایی رو کشف کنه یعنی باید به Öyle اون bir kolay فرم ki مشخص رسیده باشه hayatında دیگه bu olmadan و inanılmaz بگی hissiyatlara که اگه yürüyemezsin. در این زندگیم اگه این نباشه Bunun نمیشه hayata باید bir herkesin احساس برسه شخص yavaş پس yavaş زندگی همه رو dünyada gördüğümüz gibi. Yani bizi de bıktırıyor. به Bizim طور kendi که در دنیا içimizin میبینید içinden همه geçiyor. رو خسته میکنه از زندگی اذیت Onlar کردن ما kafalarında باید dünya از درون kurmuşlar. کار بیاد Sokaktaki adam dini bir فرق kurumdan میان geliyor. ما با آنها اینه Bir آدمهای yaşayış بیرون از içinde زندگی insan چون var. Onun خسته için شدن ولی ما از sosyalleşmesin, کارمون sokakta geçememenin, وقتی در کار معنوی arkadaşlarla رشد vakit میکنیم geçirmenin bıkkınlığına gelmemiz میبینیم که از bu طبیعتمون şekilde نمیتونیم به hissiyatlara معنویات odaklanmak برسیم یعنی به خاطر hayatımızı ذاتمون. sona erdiriyor. پس Elbette ki آدمهای hissiyatları بیرون yönetemeyiz. زندگیشون رو Bunu خاتمه میدن. yapamazsak البته که ما نمیتونیم این kendi کار رو yaşayış انجام بدیم. alanımızı ما کاری که kaybederek باید انجام بدیم hayatımızı sona آرزوی erdiriyoruz. گرفتن لذت Ki بر روش özgürlüğün benimizin üzerine çıkalım. Ne diyor yani makale? بتونیم بر Herkes روی kendisi için ego seçer. خودمون نفس Kendisini خودمون بریم. sevme در doğasının مقاله gereği میگه که gibidir. شخص Bunun در için sevgi طبیعت yolunda دوست yürüyen داشتن خودش آفریده شده و herkes از این نمیتونه خارج شه. dışına nasıl çıkabilirsin? طبیعتی که خدا اون رو آفریده Kişinin چگونه dışına میتونه از اون attığı خارج بشه؟ koşullar پس kişi için شرایط gerçek های olmaz. بدی که شخص افشا کرده برای شخص İşin içine واقعا sokulmazsam öleyim daha iyi diye düşünmüş olması lazım. Neden میگه که yapıyorum اگه bunu? این kar نشه بمیرم. بهتره که Bunu yapmak بمیرم. istiyorum. البته که از این حرف نمیزنه که بریم و Hayatı خودمون sevdiği رو zaman بکشیم و فقط آدم kimin وقتی به dünyasını زندگی نگاه geçirirse میکنه sevgiyi یعنی dünyevi عشق hayatına شخصی dünyevi که نسبت به yaşamına خودش داره و olmaya وقتی çalışan دنیا رو نگاه yaşamın میکنیم tadına değmediğini که دنبال همه چیز hissediyorum. میدویم میبینه که زندگی ارزش Bunu اینها رو نداره یعنی زندگی این نیست این احساس güzel bir dönüşü به var. خاطر این Çünkü insanoğlu yavaş yavaş çünkü gerçek şerait olan vücut varlığa داره چون ilerliyor. انسان Nitekim هم کم کم به اون فرم yaşayış میرسن hissi. Bu bir damlaya damlaya göl olur. این قطره قطره دریا میشه شبیه به اینه Başka soru? Afiyet sonucu. Benim biz kötülüklerimizi gördükçe artık سوال müstesna bir duruma giriyor. با Yani دیدن اعمال بد hasret خود وارد kötülüğün حالت neden پایداری olduğunu می idrak شویم ediyor. یعنی در حالی که ابتدا دعا می کنیم تا از شر آن Hasret خلاص شیم içerisine در tutunarak kötülüğün فرایند içine وارد giriyoruz. حالت Bu خوب durumda mı من بد kötülük هستم در değerlendirilir? این صورت آیا لازم است وارد Bu جزئیات durumdan ayrıntılı derken
بدی شویم. بنابراین وقتی جزئیات را میگویید، آیا لازم است که به کوچکترین جزئیات موقعیت برای خودتان در آنجا وارد شوید؟ یعنی چیزی که میخواد به ما بگه، هر عملی که انجام میدیم میبینیم که برای عشق خودمون انجام میدیم، چون طبیعتمون به این شکلی. یعنی هر کاری انجام بدم میبینم که نه، هیچ چیز رو برای دیگران انجام ندادم. چیزی که میگه اینه، یعنی باید افشا بشه. پس همیشه بگیم در عمل، همیشه به عشق احسان کردن، کمک کردن، که ببینیم که اگه خوبی هم کنم به دیگران، همه چیز برای خوبی خودمه. این باز گذشت زمان دیگه آدم رو باید خسته کنه، ولی نه، آدم نمیتونه بگه که من بدم. نه، نمیتونیم به این شکل بگیم، چون همه چیز وقتی جمع بشه بر روی شخص رو به طلب بزرگ باید بیاره، در غیر این صورت کار رو از دست میدیم. پس باید آدم به بیچارگی، یعنی مثل اینکه خدا دعای ما رو نمیشنوه، ما دعا میکنیم خدا نمیشنوه، نباید به این شکل فکر کنیم. شخص باید فکر کنه که برای رسیدن به فرم، پس زمان لازمه، پس زمان هست برای رسیدن به فرم اصلی. سوال: مدام سعی میکنیم بدون قید و شرط عشق ببرزیم و ببخشیم، بعد میبینیم که درباره مصاحبه کردیم. آیا وقتی میبینیم نمیتوان کاری را از روی بی احتیاطی انجام داد و حالمان بد میشود، به دعا میاییم؟ نه، وقتی نه که خودت رو بد احساس کنی. hesapsız bir şey yapmanın imkansız olduğunu gördüğümüz zaman وقتی که میبینیم چیزی هست که بدون حساب میتونیم کاری انجام بدیم، اون وقت باید به خدا تشکر کنیم که به منو بیدار کردی و به من نشون دادی، و بعد این میتونیم دعا کنیم. اگه خودم رو بد احساس کنم و به دعا بیام، اون درجه حیوانی حساب میشه، چون خودم رو بد احساس می کنم و برای اینکه خوب احساس کنم به خدا رو می کنم. به نظر تو مناسبه؟ رفتار درستیه. آدم های بیرون رفتارشون به این شکله، مگه نه؟ وقتی هم شرایط به این شکلی، رفتار ما یکم متفاوت تره. بله دوستان، یک مشکل تکنیکی بود و الان به دوست من پاسخ بدیم. همون سوال بود. به این شکل نمیتونیم به دعا بیایم. به این شکل به صورت غریزی آدم به دعا میاد، یعنی درجه حیوانی میشه. اگه شخص میخواد به خدا رو کنه، اول باید بفهمه که از خود، یعنی در خود کار افشای بدی هست، و اگه در درون از درون کار به افشای بعدی بیایم، اون وقت یعنی کار رو درست انجام میدم، کار درست رو انجام میدم. میبینیم، یعنی وقتی هم شرایط به این شکلی، اولین چیزی که باید انجام بدم اینه که تشکر کردن از خدا که این رو نشون داد. اگه خودم رو بد احساس کنم و به خدا رو کنم، مثل آدم بیرون دعا میکنم، دلم از چیزی اذیت شد و خدا به یادم اومد. در معنویات چنین چیزی وجود نداره. سوال: ما از اتفاقی در همان ابتدا برای آدم هارشون اتفاق افتاد فهمیدیم که شر برای پیشرفت لازمه، اما نمیتونیم آن را نابود کنیم، و مسیری که دنیا پیش میرود برای اینکه از شر بیشتر متنفر باشیم، باید آنقدر شر را افشا کنیم. آیا آنقدر افشا کنیم که از آن بیمار شویم؟ به اختصار توضیح می دهیم: از آنجایی که هدف خلقت سعادت است، از آنجایی که خالق همه ما را در اصلاح نهایی در شکل کامل خود می بیند، چگونه از این خستگی به شادی تکامل خواهیم یافت؟ باید پخته بشیم، یعنی پس هممون رو، کل انسانها رو چیکار کرد؟ در ترک های قدیمون، در ده ها اون
ظرف هایی که غذا می پختن درونش اونها رو دیدی، بزرگ، ظرف بزرگ، درونش برنج و گوشت می پختند، یعنی گوشت های بزرگ، و در زیرش هم یک آتش و درون اون همه چیز می پزه و به همه از اونجا یعنی به اشتراک گذاشته میشه. انسان هم درون اون ظرف بزرگ میپزند، هم به صورت شخصی میپزیم پخته میشیم، هم به صورت جمعی. از به خاطر این بعضی انسان ها بعضی ها زیر اون ظرف هستند، بعضی ها بالای اون ظرف، یعنی حرارت رو زیاد احساس نمی کنن کسایی که بالا. بعضی وقتا خداش کار میکنه شبیه به اون قابلمه به هم میزنه غذای درونش رو، یکم اونها میپزن، یکم اونها میپزن، به این شکل، ولی همه پخته میشن درون اون ظرف. پس بعضی وقتا به سرمون چیزای میاد و به نفس میکشیم، راحت میشیم و بعد نفس میکشیم، راحت میشیم، یکم آسوده میشیم، دیگران میپزن در اون شرایط، نوبتمون عوض میشه، چون همیشه آدم نمیتونه عذاب بکشه. ızdıraplar arasında ufak mutluluklar yaşamak zorunda. Yoksa ne komple hepimiz atarız kendimizi uçurumdan aşağı. Kimse pişmeyi Yani hiç kes ne mütüne sahip konu ki pohte bir şey. Ve tori ki da karne bir tek mi bilin. Ve hatırı in kolle insan ha ve hem sürat ev şahsi ve pohte şodan mi ayın. Bali vakti bir ayın ve ba umadan mi bilin ki ma ba kar kerden اطرافمون رو هم تأثیر میگذاریم. birçok insan da uyanacak. Dediğim gibi önümüzdeki yıllar hem gelişimimiz için iyi yıllar hem de zor olacak. Özellikle 2026 ve insanoğlu için böyle hoş geçmeyecek. Yani çend sal آینده سال خوبی نخواهد بود. پس براتون میگم که باید چگونه باشیم. چرا؟ چون که نسبت به اونجا میریم جلو، چون میبینیم در آینده چه خواهد بود و از حالا اگه خودتون رو نظم و ترتیب ندید بقیهش بدتر میشه. در طول روز برای مدت کوتاهی با هم هستیم. برای اینکه همیشه هدف خود را به خاطر بسپاریم باید چی کار کنیم؟ درسته. پس برای اینکه هدف رو به دست یعنی در همیشه در ذهن داشته باشیم باید هر کاری که انجام یعنی هر کاری که از دست بیاد رو انجام میدیم. درس صبح هستیم، درس ظهر هستیم، در جلسه دوستان، عصر اینجا، تا جایی که از دستمون میاد. و کار دیگه ای نیست که بتونیم انجام بدیم. هر کسی تا جایی که از دستش برمیاد رو باید جاش رو پر کنه. به این شکل بعد درس صبحگاهی من هم زیاد نمیخوابم، کارهام رو انجام میدم و بعد میبینم که باید چی کار کنیم چی کار نکنیم. در زندگی زمانهای خالیتون رو چگونه پر میکنید به این مستگی داره. به خاطر این هر کسی باید راه خودش رو یعنی بگرد. سوال: شخص وقتی به دیگران نگاه می کند می بیند که از نظر روحی جلوتر است، نقش یا نقطه دل بیدار شده و معنوی شده، فکر می کند که بهتره. چگونه می توان خود را در بهترین حالت خود ببیند؟ روی چه چیزی باید تمرکز کرد؟ چیزی که باید انجام بدیم عشق دوستان هست. دوستان برای پیشرفت، یعنی اگه از زندگی خودم به دیگران چیزی ندم اون وقت آدم نمیتونه چیزی ببینه که به طور دیگر به شکلی که در دین ها هست
میشه. Öyle değil mi? Birkaç vecibe yaparım. Kendimi ondan sonra iyi sanırım. چند واجبات رو انجام میدم و احساس میکنم که Öyle خوبم. durum da var. Ya, garip de bir durum عجیبه، yani. یعنی کم عجیبه. ما Maneviyatta در da böyle معنویات yani. هیچ وقت خودمون رو نمیتونیم خوب ببینیم اگه درست کار Tabii کنیم. biraz. برعکسش، Her zaman. Biraz iyi olduğumuz یعنی zaman اگه sonra یکم biraz daha احساس üzülmek کنیم istiyoruz. که Ama yukarıdan خوبیم، hemen bir یعنی aşağıya از gidiyor. بالا ما رو فوری تنظیم میکنه، دستش در Güzel نکنه. burnumuz kalkamıyor yani. Sürekli bir sürtünme یعنی modundayız. همیشه اذیت رو میکنه. Ama olması ولی gereken چیزی که باید هم budur. باشه اینه ki خوب کار Pek کنیم. de به طور şey دیگر شخص hayatında در زندگیش yaptıklarından از کارهایی kendisine که انجام میده ارضا میشه tatmin olan و آدمی karakter که yoktur ارضا muhtemelen. شده با خدا کاری نداره. Ha, der ki میگه eyvallah ki şükür شکر sattım خدا، işte ثواب انجام میدیم، همه bitiriyoruz. چیز رو انجام Ama میدیم، چیکار کنیم دیگه؟ önceden بعد از اینکه مردیم هم hayırlısı. خیر باشه. Bu şekilde adam. Yerden ihtiyacı yok yani Ve anladın خدا mı? نیاز نداره. Ha, bizim yerden hepimiz ولی ما ihtiyacımız olduğunu hissetmemiz همیشه برای اینکه به خدا ondan نیاز sonraki پیدا کنیم، potansiyel همیشه görmemiz باید lazım. O da ancak در احساس تغییر onun باشیم çalışan و اون kişinin هم sürekli içinde kötülük ifşa olmasıyla olur. bu be şekli میشه Yani ki çok شخصی که iyiyim. خوب کار میکنه همیشه درونش بدی افشا بشه. به این شکل میشه. Nasıl diyeyim? یعنی به شکلی بگم Yani ki doğru yaptığı şey belli yani kari anladın ki mı? درست انجام میده آدم هم در معلقه، یعنی نمیدونه. %100 doğru olduğunu 100 bilmiyor. درصد میدونه درسته ولی باز Yüzde هم yüz معلق ایمونه. ihtiyacı var. یعنی دو دله باز هم. Öyle olması باید به این شکل باشه شخص. O yüzden به çalışmaya خاطر devam. این به کار Veya başka بستگی داره. türlü هر kendimizi چقدر azarsak به از زندگیمون به hayatta دیگران mesela بدیم اون همه صاحب تجربه میشه. Hülya Sor. sormuş, sormuş. Beni de mutlu ederse o sorunun cevabının Çe çizici o dünyevi men hoşhal hayatta mikonat. ifade Beraberden edilmez. şunu hasta hayem der morede zendegi ve dünyavi ist. İçimde Ama kalan der derune marzuyi ne o darem. Meyle kırılmaz ruhi benim. am kem ve bi meyle ast. Kendimi Asabaniyam mutlu hastam, nemitunam edeceğim dast az diye duz çalışmaya daştan hodam çalışmıyorum. berdaram. Nemihom hem dast bekeşem. Mutlu da değilim. Hoşhalem Ölü nistem. gibiyim. Mesle morde am. Hayatta Çegune yokum. mitunam. Meyle hod ro afsayiş beda. Sıkıntı. İn yekem muşkil ve Problem. sakte. İnca Hepimiz çevreye hemen bağlı olmaktan başka bir çare çare bulamıyoruz. iyi be gayr az in ne daryum ki az muhit istifade Maalesef. konik yoga. O yüzden Bu hatırı in hiçbirimiz zaten hiç kodamımın ele alma arzumuzdan yani vazgeçmeyi az tercih hasta ettiğimiz gireften için nemiham ki haric her beşi. gün Ve hatırı in be güneşi inca nemiyam ki her altı ruz altından vakti be ruz güneşi şuru görmüş mikoni az hasta gireften şuru yukarıdan mikoni. incecikliyor ancak Az anlıyoruz bala işte yeken oradaki ele maro alma تلنگر arzusunu. میزنم Ama وقت میفهمم که آره باید از خواست گرفتنم از نفسم bizim رها ele بشم. alınsa da اگه aklımıza gelmiyor. تلنگر هم نزنه به ما به فکرمون O yüzden نمیرسه که kişiden پس شخص farklı yapmak için sürekli برای daha fazla اینکه istediği gibi ne yapmak شخص به lazım? خودش یادآوری کنه به شکلی که دوستمون هم گفت که باید فکر کنیم که باید چی کار Sizin کنیم. de öyle. شما هم باید. O yüzden پس yerden kızmanın bir alemi yok. عصبانی شدن به خدا Umudu عالمی kesin. نداره. باید به خودم عصبانی Her بشم. gün هر noktada روز یادداشت ne کنید که yapmamız باید lazım? چیکار کنم. İlerlemek için ne برای yapmamız رشد lazım? باید چیکار کنم؟ O به این şekilde. شکل. Başka bir şansımız yok. Kimse de yok. Hiç kesin şans Allah diğeri nedir? olmasa Ve az da in çok yüksek şerayet bir eğer ihtimal. zud harici beter verir. Burada böyle kalırsak Çon be in şekil kimse de mimunu kimseyi der batlak bulunduğumuz mimunu. O yüzden ya bir sorumluluk al ya da bilmiyorum Bir kendine masuliyet çerçeveyi begi biraz veya beraber hodetik çarçur yapacağın şeyleri biraz daha bilmiyorum درست ama کن bir şeyler yapmak که zorundasın. کارای اضافه کن Şimdi دیگه که sizlere ne کاری yapacağımı بتونی öğrenmek انجام بدی. istediğim من için نمیتونم بگم ki çi çok kar iyi kon çi kar düşünmüşüm. nakon Çünkü çünkü sizden gelmesi lazım. in bayat bir Neden şahs söylemiyorum az arkadaşlar genel kar kar biya. dışında niye Çera söylemiyorum? kabalistan nemigen. Çünkü herkes Çon farklı. hemen Öyle mutafavete. değil mi? Herkes Hemen farklı. Herkesin mutafavete. hayatı farklı. Herkese ya da Vijegi herkesin ha aynı hususiyat kalıplaşmış hemen olarak herkesi bir mutafavete. kalıba koyamayız ki. Ve hemen nemitunim der Yani yek hepsi galip farklı düşünüyor, bekzarim. Yani konuşuyor. hemen tunim karı encam bedi. Nemitunem begem Öyle değil inro. mi? Nasıl Ve diyeyim? gene çegune begem. Herkesin nitelikleri farklı, Herkes karakterleri vijegi hoş. farklı, motivesi Zindigiş, farklı. yani tarzı O fikriş yüzden kendi mutafavete. Ve için hatırı inkar ki bayağı encam bedin. temel birkaç şey. Bir çend çize payı Yani hast. Yek sık sık dersa do. kullanmıyorsun. Say der rabete ve Başka karar payı kerden kullan. se komek bedigerim. Bunu nasıl İno yapabileceğimi çeguna encam pek de çok edeyim ro ba ham söylemiyorum. kar Ama mı kendi koneyim der kendime grup destek ham olmak için bera olabilecek inke be ham yerlerde. komak koneyim Ama başka daray yönleri de encam yok. edeyim ve
به غیر از اینا کار دیگه این نیست که شخص در این جاها باید چیزی اضافه کنه و هیچ وقت هم از آسمان چیزایی انتظار نداشته باشه که از آسمان چیزایی بیاد. از آسمان چیزی نمیاد. اگه آدم به دعای درست نرسه در مقاله هم نوشته. یعنی از بالا اگه بخوایم به ما یک تأثیری باشه شخص از پایین باید طلب کنه. طلب داشته باشه از پایین. از پایین باید خدا رو بیدار کنیم چون که با از بالا بیداری فقط با کتک میاد. به طور دیگر ما رو به شکل دیگر بیدار نمی کنه. اگه راحت نگه داره ما رو کی بیدار میشه؟ هیچ کسی بیدار نمیشه که در زندگی راحت. پس هر کسی چیزی که باید انجام بده اینه که در کار من از پایین با کدوم عملها میتونم خدا رو بیدار کنم. به خاطر این در مقاله هم میگه که به ویژگی احسان کردن خدا چسبید، چنگ زد. یعنی اگه این کار رو انجام نده نمیشه. پس هر کسی در درون گروه نسبت به دوستان عشق و احسان کردن رو چگونه میتونه انجام بده این رو بر روش باید کم متمرکز بشه و همه هم باید به هم کمک کنند. باید روحیه خوب بدیم به هم دیگه. هر کسی دوستان رو در بر بگیره، گرمی بده به دوستان، به این شکل باید باشه. اگه در گروه انجام بدید بهتره، در غیر این صورت کار معنی نداره. سوال: به مرور زمان نیاز کار میکنیم تا نیازمند شویم، یا جایی نیست که بتونیم در این فرایند پخت و پز تحصیل بگذاریم؟ ببین، چسبیده شدن یا چنگ زدن به این معنی نیست که خودم رو ابطال کنم. یعنی کار رو انجام میدم، من کار رو باید انجام بدم، یعنی باید کارهایی انجام بدم دیگه. فقط در گروه هستم، در قطار با هم بریم، این نمیشه که. هر کسی اگه از گوشه از کار بگیره اون وقت میتونه حرکت کنه. اگه احتیاج نباشه بعضی وقتا به درس هم نمیاد. چگونه از این جلوگیری کنیم؟ این به معنی اینه که با دوستان رابطه نداری. اگه میخوای به طرف احسان کردن بری، اومدن به درس هم باید برای دوستان باشه، به این شکل باید باشه. اگه هر کدام به درس بیان، برای اینکه در معنویات پیشرفت کنیم و برای اینکه دوستان در معنویات پیشرفت کنه، یک جایی باز میکنیم، یعنی یک جایی باز میکنیم که بروش کار کنیم. درس به این شکل، به خاطر این نمیخوام بگم که نور میکشیم، ولی برای رفتار کار به ما یک فهم میده. درس نور کشیدن از درس یعنی چیزی که یاد گرفتم رو انجام میدم که به صورت احساسی در میارم و از اونجا هم یک قدم بعدی رو میسازم، انشا میکنم، شبیه به اون سنگ هایی که در پیاده روها میگذارن و میسازن اون پیاده رو. از نور اصلی که میگیم یعنی وقتی خودم رو وارد آموزه کردم، چیزایی که یاد گرفتم، یعنی واردش باید باشم. پس اگه در درس با هم نباشیم، فرکانسمون با هم مطابقت نداره. دوستان رو هم میتونید ببینید، دوستایی که از درس رو از دست میدن، یعنی با گذشت زمان میبینید که فرکانسش با ما جور نمیاد. چیزی که میگه اصلا رد نداره. چرا؟ چون چیزای زیادی از دست داده شخص. فهمیدی؟ یعنی احساس میشه که دوستان وقتی به درس نمیاد، چون که فرکانسش تون جور نیست و با گذشت زمان اون فاصله بیشتر میشه و بعد میفته، یعنی جدا میشه. به خاطر این باید دقت کنید و انجام باید در میان دوستان انجام بدیم و راه دیگری نداره. یعنی کار ما کار سختی هم نیست که. چی هست؟ درس هست.
دوستان هستند و برای پیشرفت هم در معنویات کمک کردن به هم دیگه. کار دیگه انجام نمیدیم که ما در زندگی بیرون، یعنی همه زندگی خودش رو داره، میره میاد، همه خانواده دارن و از خانواده نگهداری میکنن و ما بقیه چیز فقط معنویات میمونه برای او و به اون هم درس، کمک به دوست، این همه. از اینجا هم به دعا باید بیایم. کار دیگه ای نیست که کل کارمون در درونمان هست. همه چیز در درونمون افشا میشه. به خاطر این در بیرون نمیبینیم که چی میشه چی نمیشه. کار نداریم. آدم ها جنگ میکنن، همدیگر رو میکشن. ما اینجا برای اینجا چی کار کردیم برای خودمون؟ فهمیدیم که در بیرون دنیای بیرون رو نمیتونیم ما تغییر بدیم. هیچ کسی نمیتونه تغییر بده تا جایی که میخواد خودش رو پاره کنه. هیچ کاری نمیتونه هیچ کسی انجام بده. الان ما آدم هایی هستیم که به این فهم رسیدیم و به زندگی نگاه میکنیم، میگیم که در مورد زندگی چیزی نداریم که تغییرش بدیم. این دنیا هم به کسی نمیمونه و نمونده و نخواهد هم موند. یعنی من کار منطقی انجام میدیم اینجا. یک آدم اگویست سالم کاری که انجام میده از طبیعتی که درش هستیم و این جهان هستی، یعنی کابوسی که میگیم از این خارج بشیم میخواد. این فقط کافیه که با این سر و کله بزنیم که از این کابوس رو هاشیم. ما بقیه چیزها پوچن دیگه، اگه دقت کنین پوچن. یعنی آدم ها چه کاری میتونن انجام بدن؟ ببین به غیر از این چه کاری میتونن انجام بدن؟ اسباب بازی اختراع میکنن، اسباب بازی که هستند بهترش رو میسازن، مثلا چیز جدیدم نمیاد. همین، انسان ها جایی ندارن که بتونن برن. Game over. الان برای اینکه بفهمند گیم اووره یکم زمان بره برای دوستان. در این دوره هم میگیم که راه عذاب، راه رنج، هر کسی از اونجا رد میشه. پس چیزی که ما احتیاج داریم اینه که دوست به دوست نیاز داره. این نقطه ضعف ماست. این قسمت ضعیف ماست، گروه ما، ترکا. Rehberim sürecin uzun olması, yani kötülüğün üstüne uzun yıllar çıkamamak kötü değil, uzun yıllar sürmesi. این بد نیست که پروسه طولانی است، یعنی سالهای طولانی بر شر غلبه کنی. آیا این چند ساعت طول میکشه؟ ببین، از طرف این یکم خوبه، هر کسی برای خودش جادایی برای پختن، پس هر کسی در اندازه خودش، یعنی این سالها طول کشیدنش بد نیست، چون هر چقدر زیاد طول بکشه اون همه عمق پیدا میکنه. پس رشد انسان ها اتفاقی نیست. یک گاو چیکار میکنه؟ متولد میشه، 5-6 ساعت بعد پا شده و شیر مادرش رو میخوره. مشکلی نیست که. ولی بچه او تا وقتی که بزرگ بشه دیگه خیلی همه میکشن، از طرفی میکشن دیگه، ولی به شکلی که میبینی گاو نمیشه که بچه. یعنی در مقایسه با گاو کارهای بیشتری میتونه انجام بده دیگه. از زمان
چیز بدی نیست اگه این بده که ازش درست استفاده نکنی. پس اگه این رو از اول بفهمیم و نسبت به اون خودمون رو وقف بدیم، شبیه به اینکه دو میدانی میکنیم، ما دو میدانیم، ولی این دو میدانی یکم میخوایم با سرعت بدویم. یعنی سرعتمون بد هم نیست ولی کمبودهایی داریم. اگه اینها رو کامل کنید خوب میشه. سوال: من سعی میکنم برای پیشرفت معنوی دوستان دعا کنم و گاهی در کار مشاهده میکنم که آنها بینش جدیدی نسبت به ماهیت اساسی خود دارند. آیا میتونیم این وضعیت را به قولی دعای من برای آنها تعبیر کنم؟ چگونه میتونیم دوستان را که در نتیجه این یافته ها احساس بدی دارند تجدید کنیم؟ من تجدید نه این کار را انجام نمیدادم، چون ما نمیتونیم بدونیم که و نسبت به چیزی که دیدم اگه بگم که این به یعنی کار کرد اون اگویستی میشه. پس شخص کاری که باید انجام بده از ته دل برای دوستان چیز خوبی بخواد، شاید در چشش بده چیز بدیه ولی در از چیز خوبیه، چون در هر کاری خیلی وجود داره. نمیتونیم بدونیم که پس با عقل دنیوی به کار میاد نمیاد، دعا قبول میشه نمیشه، این فلسفه رو نمیتونیم انجام بدیم. و ما در درون یک سیستم کامل کار میکنیم، همه چیز به هم وصله، هر کسی پیچ هایی در یک ماشین هستیم. پس در نتیجه همه اگه با استقرار کار خودشون رو انجام بده میبینیم که به شکلی که در مقاله هم گفت بیماریمون رو بیشتر کشف میکنیم. سوال: باید چی کار کنیم؟ میپرسیم. جوابی که از خدا میاد چیه؟ میپرسیم. اون رو نمیتونیم آنالیز کنیم. هرچی میخواد بشه میخوایم که در کار در زندگی است. این جواب چیه؟ یعنی ادامه دادن. در زندگی سختی میاد، آیا چیکار میکنیم؟ خانواده، بر و بچه، کارهایی که باید انجام بدیم، ادامه میدیم دیگه. اینجا چرا میخوایم ادامه ندیم؟ خسته بشیم یعنی ول کنیم. اینجا چرا نمیگیم که زندگیمون یک هدفی داره و این رو تا لحظه مرگ، تا جایی که میتونم از انجام میدم، چون این هدف منه و من هم این تصمیم رو گرفتم. چرا این رو انجام نمیدیم؟ منفعت نداره؟ جایی که دیده نمیشه به این شکله، ولی در اصل کار ما منفعت داره. اگه میدیدیم چیه؟ هیچی دیگه. اگه میدیدیم کارمون سختتر بود، همه چیز رو برای لذت انجام میدادیم. پس شخص کار انجام دادن در این تاریکی چیز خوبیه، برای خود شخص خوبه. جوابت رو گرفتی؟ سوال: وقتی با آرزو به درس میام میتونیم خیلی راحت روی درس تمرکز کنیم، اما وقتی خودم فشار میارم و سر درس میام اصلا نمیتونم تمرکز کنم. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما من واقعا مشکل دست پنجه نرم میکنم. در این شرایط باید چی کار کنم؟ به درس بیا. کاری نمیشه انجام بدی دیگه. یک روز به درس با آرزو با شوق به درس میان و فرداش یعنی سینه خیز میایم به درس. ها شرایط اینه،
یعنی تغییر میکنه دیگه. مهمترین چیز، مهمترین چیز اینه که از راه جدا نشی. یعنی شخص نباید از این دست بکشه که به خدا نزدیک بشه. یعنی فهمیدی؟ پس بازم میگم در زندگی افت و خیز، روز خوب و بد میشه، مگه نه؟ ولی در هر چیز بد همه رو ترک نمی کنیم که بریم، مسئولیت داریم و نسبت به اونها، نسبت به زندگی، نسبت به نزدیکان، خانواده مسئولیت داریم. اینجا هم به این شکل فکر کن، نسبت به خدا یک مسئولیتی دارم. مسئولیتم چیه؟ به دوستان، یعنی نگهداری کردن، مراقبت از دوستان. پس در روز خوب بعد اگه بد احساس کنم، خوب احساس کنم، هم بیدار میشم، به غذای بچه ها رو حاضر میکنم دیگه. پس امروز بچه ها من اذیت کردند، غذا نمیدم بهشون، نمیگم که این کار رو. درسته؟ میشه، مشکلی نیست. و خودم رو بد احساس نمی کنم، بیمارم ولی بیدار میشم، غذاشون رو درست میکنم. اگه به این شکل به دوستان نگاه نکنیم، نمیتونیم بر روی خواسته گرفتنمون بریم. پس مخصوصا شخص وقتی نسبت به دوستان احساس بدی داره، مخصوصا اون وقت، تا جایی که از دستش برمیاد به اونها چه کاری میتونم انجام بدم باید روش فکر کنه. چون همیشه میگیم که عیب در چشمیه که اون رو میبینه، و اگه در عشق دوستان یک عیبی دیدم، بیشک عیب منه و من باید اون رو درستش کنم. اگه درستش نکنم، گناه که میگه اینه، دوری از دوست، دوری از خدا. پس در روز خوب، در روز بد، چیزی که از دستمون میاد رو باید انجام بدیم. سوال، ما ترکیه هفت با هم ملاقات میکنیم، افرادی از شهرهای مختلف میاد و چه کنیم تا بتونیم از این مدت که با آنها هستیم برای تقویت پیوندمان نهایت استفاده را انجام بدیم؟ یعنی خوبه که به یک جا بیاید، با همه اگه به یک جا میاد، اگه دوستای هست که از جای دیگه هم بیادین، خوبه. مثل اینکه بگیم آخر هفته با هم دیدار میکنید یا هر روز، مهم اینه که با همید، با هم بخورید، با هم درس ببینید، با هم نمیدونم که آخر هفته درس این صبونه این و اون، همه چیز، درس ظهر با هم غذا هم میخورید و غیره. به این شکل هر چقدر با هم زمان بگذرونید، در درس ها باشید، چنبر کار کنید، اهمیت کار رو بیشتر کنید. اهمیت کار، دوستان، اینها رو هر چقدر بیشتر کنیم در صحبت های میانمون، اون همه بهتره. راه این که هدف رو مهمتر کنیم اینه که با هم در مورد اون صحبت کنیم. چقدر به ما تأثیر داره، چقدر به ما مهمه، اگه این رو به هم انتقال بدیم، اون همه بیشتر از همدیگه میتونیم الهام بگیریم. سوال، حتی اگر هنوز من در معنویات نیستیم، ما یا میتونیم حداقل کمی برای ما آشکار کرد که ما با مطالعه خود کدام نقطه را در آفرینش پر خواهیم کرد؟ این میشه و نمیشه هم، یعنی هم میشه هم نمیشه، هم میشه هم نمیشه. چی افشا میشه؟ نمیتونم به این شکل کار کنم که چی افشا میشه یا نه. در این شرایط باید چی کار کنم؟ و بعد اگه چیزی بشه میشه، اگه هم نشه شاید چیز دیگه ای شد. ولی اگه کاری انجام بدم، با مرور زمان باید چیزای بیرون بیاد که اونجا رو پرش کنم. ولی این بهتره که داخل انتظار نباشیم، چون حساب کتاب نمی کنی به این شکل. سوال، رابطه درست برقرار کردن یعنی چی؟ از کجا میفهمیم که اشتباه
اشتباهی با هم رابطه قرار کردیم. خیلی ساده. دışarıdaki dünyayı görüyorsun. زندگی بیرون رو Doğru میبینی، mu? درسته؟ Görüyorsun. Haberleri de görüyorsun, خبرها değil رو هم میبینی. Gördüğün her şeyi هر görüyorsun چیزی sağ که görüyorsun. میبینی از این سرچشمه میگی که رابطه اشتباهی برقرار کردن. کل دنیا در درون رابطه اشتباهی هستند. درست رابطه برقرار کردن چیه؟ برعکس اون. Gerçekten tam واقعا tersi. برعکسش. Dışarıda ne varsa در بیرون هر tam چی هست tersi. برعکسش رو فکر کن. Sıralar sonra Sor. benim hakikati sattım Fuhuş mı? hakikat çist. Ne Bilmiyorum. mi duna? Nereden okudum? Nereden okuduğunu söyledim, makaleye göre gidelim. Aa, begu Ezgi sormuş, sorular yapıyorum. az Sabah koca şey diyeyim derslerinde mi? katılım 4 kişi Sor. olduğunda ortak Aya ders mi yapabileceğimiz bir tünüm ortam yek var. otağı müşterek başım ki der ki lasay Hadi sop onu dikem yapalım. teres çağır nefer huzur daşlı başı. Tamam, azizseniz yapın. Ageti Tamam. dadetun kemi ancam bedik. Çıkar Yalnız koni. tabii ki İn alınmanız. bade ki tedad tüm kemer. Ama öyleyse olur. Çünkü Ege bazı beyin şekli arkadaşların durumu da müsait değil. bazı az dostan Yani şerayet dikkatli olmak iş lazım. yani müsait nispa vayadun hara hem dikkat konim diye şu. O yüzden o şekilde Pas. olabilenler oldu. Kes o ay başı keyin o. Mitunan encam beden. Olur, hadi Türkiye odasında toplan. Yer yek otağacağım bir şey dokin. Ama eğer 4 kişi ve Gal ya fazlaysanız ge olmayacak. çahar nefer ya Çok bişter fazlaysanız olmayacak. der guru Bir yerde kalın. der yek cevabı munik. Yerde kalın. 4'ten Ay ge azizseniz tedadetun diğer az 4 çahar az kemi olanlarla bir yere o gidin. kesay bir ek cevabı ya ki Eğer 4'ten tedadetun az çahar azizseniz kemter. Yani ya grubu ge tedad az toparlayacaksın. çahar nefer kemi 4-5 kişi veya yeki az dostan onların yerine gruha gidin. 5-6 neferen kenar unha verir. Onlar Çünkü çok daha unha fazla bişter az toplamış zaten. çahar nefer cem şuradan diye. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Daha zaman sonuç benim sabah ders Sor. olduğunda ders Derse sonunda soğuk konuşabilmek için ya bana zor. gelebilir mi? İki kişi Yeki gelebilir mi? do nefer mi tüne Diğer beraber dostlar porsiden soğal babam bir ad. düşünüyor. Bu bir ihsandır. Dostlara yardım etmek. Komak Yani kerdem ve dostum begin ki çizi hubi. birbirimize yardım etmek istiyoruz. Mikhaim be ham komak konim. Odada kalan diğer kişi için O yaptığı dostayı yanlış ki der otak bağlayı odalardan mümünen ve kaçmak çıkar konim. konusunda ne tavsiye Der edersin? mordin ki der otakha ve gerdim çe tosiyeyi midit. Biraz önce dediğim gibi Eşek diğer dike dostlara gofta yardım meken nasıl piş. Ege te edebilirseniz da detun. da sabah dersi Çahar nefer. ve Ve eğer Ege. daha az olan arkadaşlar Dostay varsa haske grup te da deşun ortamında kemi. Mihan sual ve grupta porsan. soracak kişi Az oraya kesi gitsin. ke mihat Yine sual ve küçük porsa derler ve onca haberi. Ne bileyim hadetun genellik halleş konu. olarak yine Yani tek her şeyin guru. çözümü yok Hemen ama çiz çareyi ne dar ki ve yani ne bizim bitinim az ber çare peyda kısa konu. dönemde Maksadine ki bu ham başı. ya isterseniz hep Ya birlikte be bana hal soruyu sorana kadar ta ondan vakti ki sonra un bay bay sual derseniz ben ro ve gideyim. porse hame berit Ya ve ek da cevap bat bütün dersi çurda sonuna beş kadar ne bileyim ta devam ahare edersiniz. dersen bitinit ba Bunların ham bebinit ders ro. bir çözümü yok. İnha Bunu çare konuşmak digeri ne istemezseniz daran yani hezar yek çiz kimse mitini der bir ar ki ro çegune mitini un ro çegune mitini megina. bunların bir sonu yok ki. İnha tam ne Hepsinin mişan önce ki? vecibeler listesi Hame çıkar ve çiz ro ge yek list der bir arayım anlatabildim mi? yani. Ansiklopedi usulü bunu Mesleğin yapmaya devam edin. çizamışım yine ancağım bed, onu ancağım bed. Tavsiyem hep birlikte Tosiye hemen inek ebaham. çalışmayı yapın. Karu Eğer ancağım birlikte bedid insan yoksa ege ortak bir tedad yerlerde etun kalın. kafi nist kemi. Ve 4 kişiden fazlaysanız Yani ege az çahar eğer nefer bulun eğer bir grup bişleri yanınızdan der yek cevabı ayrılsa munu ege tedad etun az çahar nefer kem yapamazsınız. başı. Belki çok olduğunu Kesayi ki bilmiyorum. kemen Sıkıntı tedad olsa etun. sormak için. Ben anki sual bir porsam Öyle bir pişum şey yek yapın ya ki beren. diğerleri Kari de bir ancam anda bedid istediği ki sorusu digeren ruh hem sorsun. aziyet ne konid vakti sual Biraz mühade düşünceli porsi. olmamız lazım. İken bayat fek konim Belki dige ve daha hem dige. başkalarına yardım etmek zorunda Veli kalırsınız. mecburim be digeren komak konim dostum. Çalışmanızın özü Asle başka karımun başkaları yardımcı olmak.
اینه که به دیگر دوستان کمک کنید. ders esnasında bakın size ببینید demiş در طول dostum. ders, Ders در esnasında طول ders ne kadar هر az چقدر rahatsız ederse آدم ها dostum o رو kadar کم güzel. اذیت کنم اون همه خوب. Tamam, çünkü şimdi biz چون dışarıda حالا ما dersteyiz. ders صبحگاهی Ve هستیم şimdi و saat sekiz حالا buçuk اگه gibi به şimdi چپ و راست askere gitmesi برم lazım بگم که به arkadaşlar. ما چند نفر لازمه برای Biraz سوال، o da diğer arkadaşların اون havasını هم bozuyor biraz değil mi? ders دیگر دوستان رو هم خراب میکنه دیگه. O yüzden az پس isyan اگه ediyorsa تعدادتون Arvut کمه sisteminden de از gönderebilirsiniz. آروت هم میتونید سوالتون رو بپرسید، Çünkü چون razı veriyor orada arkadaşlar. اجازه میده راو برای اینکه دوستان از Arvut'a اونجا سوال gönderin بپرسن. sorunuzu. Madem kamera desteğine ihtiyacınız var, به bize کمک haber نیاز verin. دارید، تعدادتون Arvut کمه، sisteminden de از sorun سیستم yok. آروت بپرس Orada دیگه. arkadaşlar herkesi tekrar tekrar bütün اونجا soruları soruyor. کل سوالا رو میپرسه یکی Yani از دوستان. sorunuzun sorulma şansı ve olasılığı daha و fazla احتمال اینکه eğer bilirseniz. سوالتون پرسیده بشه بیشتره، Bazen چون بعضی bakıyorum. وقتا راب نگاه میکنه و Ya boş ver bunları sen میگه boş که ver. سوال اینها İstediğin رو gibi ول کن. dersin. Ha? Bir sonraki safhasına geçiyor çünkü o da haklı. اون هم حق داره. O da اون haklı. هم Yani حق gerçek داره. soru ile şey yapabilirsin. با چقدر، İlgili یعنی olabilirsin. چقدر Cevap سوال رو میتونه verebilirsin. جواب بدونه؟ Ders esnasında. O yüzden پس bence o به sistemi نظرم kullanmayı akıl etmeniz lazım. باید اون سیستم رو هم خودتون Ya oradan استفاده کنید. soracaksınız. Ha, از اونجا پرسیدی، ta Ekranda از soracaksınız. تصویر Ekran پرسیدی. çıkınca kendinizi iyi mi وقتی در hissediyorsunuz? تصویر خودتون رو میبینید، خودتون رو خوب احساس میکنید. Aa, anlaşıldı. Ha? Peki. Tamam, ne yapayım? Siz de haklısınız. شما هم حق دارید. O sistemi اون kullanın. سیستم رو استفاده کنید. Durum bu. Evet, daha biraz vaktim var. یکم زمان Var دارید. mı başka مقاله önerilerin? دیگه هست. Yok, bana bir tane göndermişsiniz. به من یه دونه Yedek فرستادید. makale var. مقاله Teşekkür ederim. یدک هست، اون رو میخونید. Alıcıların ödülüne dair. İnsanın ödül olmaksızın çalışamadığı biliniyor. Bu kişi درباره kendini پاداش گیرندگان معلوم است که انسان بدون پاداش نمیتواند کار کند، یعنی اگر به فرد پاداشی داده نشود hareketsiz اقدامی نمیتواند neden kalır? انجام بدهد. این به این دلیل است که ریشه Yaratıcı کاملا بی حرکت آفرینش است. 18 همانطور ساعت که در çalışırsa مطالعه در beyin سفیروت نوشته dinlenmez, شده، severiz ما عاشق severiz استراحت هستیم çalışırız. و به شدت از حرکت متنفریم، تا Dinlenmez جایی که اگر آرام beyin نگیریم yapmayı یک planımız حرکت yok. انجام نخواهد داد. این به این دلیل است که ریشه Bunun ما sebebi kökümüzün hareketsiz آرام ve است. huzurlu olmasıdır. Onun için هیچ ödül حرکتی در vermek اون lazım. نیست. بنابراین این Çünkü نیز bu bizim خلاف فطرت ماست و fıtratımızdır. نفرت را Bedenimizin در ما fıtratıdır. برمی‌انگیزد. بر این اساس باید Neden بدانیم ödülümüz چه پاداشی bedenimizin ارزش fıtratına کار ما uygun را olduğunu دارد. bilmeliyiz. برای توضیح Bunu این bilmeden موضوع باید به آنچه می‌دانیم هدف آفرینش و اصلاح خلقت بنگریم. Yaratışın amacı هدف yaratıcı از olmak. خلقت از دیدگاه خالق است، یعنی میگوییم Yaratıcı olmak آفریدگار istiyorsan مخلوقات را آفریده، aslında sen چون yardımla beraber میل او نیکی کردن به şartlarının مخلوقاتش است. insanları yarattığını söylüyorsun. Çünkü onun arzusu yaratıcılarına iyilik این ما را به yapmaktır. سوالات معروف میرساند: چرا موجودات لذت Yaratıcılarına ve رضایت را ödül تجربه نمی کنند؟ almıyorlar. اگر در همه Eğer خلقت فطرتی ödül قرار yaratıcılarına داده که می خواهد sahip دریافت کند، değillerse چه کسی می تواند به kim او ona مخالفت کند و بگوید که لذت ve رضایت ödül نمی vermek خواهد؟ istemediğini söyleyebilir ki? Öğrendik Ma ki lezzet آموختیم که alma arzusuna صرف yönelik میل به دریافت hiç yokluktan varoluş olarak خلق adlandırılan نامیده می شود و ödül خلق به معنای çizici جدید است. nedenleri yaratılanları به نام bozuyor. وجود از هیچ. Doğada پس yaratıyor. مخلوقات را در این فطرت Herkes آفرید، ödül یعنی istiyor. همه می خواهند دریافت کنند و او می خواهد بدهد. پس چه کسی این را به تعویق می اندازد؟ پاسخ به این امر در عبارت زیر از آری از کتاب درخت Ödül زندگی ارائه sisteminin شده: او خود را مهار کرد تا کمال آثار خود را آشکار کند. O او توضیح می sistemin دهد که در آنجا güzel تأمل yanlarından درونی نیز به yani این معناست insanın که kendisine چون düşünen بین دهنده و گیرنده تفاوت وجود doğal دارد، این sistemin امر باعث نابرابری doğanın شکل یعنی نارضایتی yaratıcı در گیرندگان می شود. olduğunu برای اصلاح bilmemiz این için orada اصلاحی وجود ıslah داشت. vardır. فراوانی Doğru فقط ayrıca ihsan etmeye yönelmenin olduğu yerde parlar. Çünkü buna form eşitliği ve yaradanla dikkat yani
در جایی می درخشد که تمایل به احسان وجود داشته باشد، زیرا به آن برابری شکل و دیوکوت یعنی اتحاد با خالق می گویند. آنگاه وقتی لذت و رضایت دریافت می شود، احساس نارضایتی نمی کند و فراوانی به سراغ گیرنده می آید، زیرا گیرنده با دریافت فراوانی احساسی کمبود نمی کند. یعنی از آنجایی که انسان گیرنده است، احساسی کمبود نمی کند، زیرا هدف او لذت طلبی برای خود نیست، بلکه رضایت خالق است. بنابراین اگر نگاهی به کارهایی که برای دریافت لذت و خوشنودی باید انجام دهیم، میبینیم که این امر جز با دستیابی به کلیم یعنی ظروف به نام ظروف احسان امکان پذیر است. به این میگویند اصلاح خلقت. باید بدانیم که برای زحمات خود در تورا و میسفوت یعنی کار معنوی و اصلاحات چه پاداشی از خالق بخواهیم که ظرف احسان را به ما دهد. یعنی کار ما رو به این آرزو باید بیاره. پس آدم از گرفتن باید خسته بشه. در مقدمه کتاب پانین مازبیرو نوشته شده که ریشه پاداش ماساخ یعنی پرده و اورخوزر نور بازتابیده است. بنابراین یعنی نور انعکاس کننده. بنابراین در مقابل کار خود ما باید نه لذت و رضایت بلکه ظروف احسان را بخواهیم که تمام آن چیزی است که برای دریافت لذت و رضایت نیاز داریم. انسان قبل از به دست آوردن ظروف احسان در زندگی رنج میبرد، زیرا کلیم یعنی ظرف مناسبی برای دریافت لذت و رضایت ندارد. میبینیم در اعمال خود به ترتیب مطالعه باید به این سه چیز آگاه باشیم: یک، حرام ها، ممنوع ها، دو، چیزهایی که اجازه داده شده یعنی حلال ها، سه، میتسوت. اینجا هم اصلاح بنویس به این میتسوت. نمیتوان به خاطر خالق در حرام ها قصد کرد، زیرا من حتی نمیتونم برای لیشما به نام او یک کار حرام انجام دهم. ما حتی نمیتونیم در مورد انجام این کارها صحبت کنیم. حکیمان ما به این میتسوا میگویند که با گناه میآید و مورد چیزهایی که فقط مجاز هستند. میتوان گفت که باید آنها را به خاطر خالق هدف قرار داد یا نمیتوان آنها را هدف قرار داد. سپس میتسوا نیستند. با این حال هنگامی که انسان قصد نیکی داشته باشه، این عمل یک میتسوا محسوب میشه. میتسوا از کلمه سیوو میاد. میتسوا نوشته، میتسوا اصلاح بنویس کنارش، ثواب و اصلاح بنویس کنارش. همیشه ترکی باشه مقاله ها، یعنی زبان خودمون باشه. یعنی چیه؟ چیزی که ثواب میگه یعنی اصلاح شدن شخص از گرفتن برای خودش، آرزویی که برای یعنی احسان کردن. اگه به این شکل باشه شرایطم، در مورد اعمال میتسو مانند خوردن نان، خوردن و غیره، در حتی در زمانی که انسان قصد نیکی از آنها نداشته باشه، باز هم میتسو محسوب می شود، زیرا لولیشما ندر او یا همچنین یک میتسوست. با این حال هنگامی که هدف احسان این است، میتسو باعث می شود که فرد با نور در میتسو پاداش بگیرد. وقتی کسی میتسوا را در لولیشما انجام می‌دهد که نمی‌تواند آن را هدف قرار دهد، اما میتسوا را در لولیشما انجام می‌دهد، به خاطر این واجبات از اینجا میاد. میگیم که دین از معنویات در اومده. اگه شخص نیتش اصلاح نشده برایش میگن که این رو انجام بده، نیت اصلاح نداشته باشه میگن که این رو انجام بده، اون رو بکن، این رو بکن. اینجا هم دقیقا به این شکل آدم نیت احسان کردن نداره. میبینیم اگه در اون شرایط نیست، کمش اگه این رو انجام بده ثواب میگه. این ثواب معنویه؟ نه.
ولی چرا ثواب نمیشته؟ چون که اگه انجام بده پتانسیلش رو داره. مقاله قبلی بالهاسلام به ما گفت خدا آدم عاقل رو با فضیلت بکنه. راباش هم به پدرش میگه که یه ثانیه، عاقل رو چرا با فضیلت کنه؟ اون عاقله، باید میگفت که احمق رو باید عاقل کنه. میگه که نه، کسی که میخواد با فضیلت بشه با فضیلت قبول میشه، چون هدف داره. آدم اگه هدف نداشته باشه چی بده بهش؟ احمق چیزی نداره، آدم آرزو نداره که. پس کسی که آرزو داره پتانسیلش رو داره. یعنی به خاطر این هم چیزی که میگه اینه، ما هم در معنویات فعلا نیستیم ولی پتانسیل داریم. میگه، میگه اگه برای رسیدن به عشق دوستان کاری انجام بدی، اگه نیتش بد هم باشه، درست هم باشه، اون هم چیز خوبیه. چیزی که ثواب میگه در اصل عملهای خوبه دیگه، عملهای خوب، عمل خوب، کارهای خوب. واقعی؟ نه واقعی نیست فعلا، ولی برای اینکه واقعی بشه آرزو داریم، به خاطر این انجام میدیم. به خاطر این گلولیش ما. پس هر کمکی که دوستان به هم انجام میدن، کمک میکنن به هم، اینها وارد اون دسته میشن. اگه ما اینها رو انجام ندیم، از لولیش ما بلیش ما نمیتونیم بیاد. پس باید کاری انجام بدم که از لولیش ما بلیش ما بیام. مهمه. پس بیهوده نمیگم که کارهایی انجام بدید برای رشد دوستان، برای اینکه دوستان پیشرفت کنند، و یا در غیر این صورت کار معنی نداره. حکیمان ما میگویند همیشه باید به تورا و میسفو در لولش ما متحد شد. اگه دوستان رو بکارم، بفروشم، یعنی زمانی که باید اونجا باشی نیستی، اون وقت شخص در راه تورا پسرفت می کند و از خدا دورتر می شود. چون که اگه از دوست دورم، از خدا دورم. یعنی میتسوت لولیشمار رو حکیمان ما می گوید همیشه باید به تورا و میتسوت در لولیشما متحد شد و از لولیشما به لیشما آید. متعاقباً شخص در حال انجام میتسوت نزدیک خالق است، حتی اگر چنین هدفی نداشته باشد. اما وقتی کسی آنجا را که مجاز است انجام می دهد، اختیاری نامیده می شود و نمی توان آن را به حساب میتسوات اضافه کرد. اما وقتی انسان کارهای حرام می کند، گناهش در حسابش ثبت می شود. آن وقت است که انسان دوباره در مسیر تورا می افتد و از خالق دورتر می شود. وقتی کسی میتسوات لولیشما را انجام دهد، به خالق نیز نزدیک می شود. اما این یک مسیر طولانی است، یعنی از یک مسیر طولانی به خالق نزدیک می شود تا زمانی که از این طریق به خالق می چسبد. اما زمانی که انسان میتسوات و لیشما را انجام می دهد، بیش از پیش به خالق دلبستگی پیدا می کند تا اینکه طعم تورا و میتسوات را به او پاداش دهد. علاوه بر این، ما می توانیم بفهمیم که آیا فرد از میتسوات لذت می برد یا نه. یعنی شخصی از ماترا کوچکتر است، یعنی شرایط هایی که درش هست اگه خوشش نمیاد، چیزهایی که خوشمون نمیاد، بعضی وقتا میشه دیگه در گروه، یعنی از شرایط های رد میشیم که خوشمون نمیاد از اون شرایط در میان دوستان و غیره. این هم باید شخص مقدس ببینیم. در نتیجه از شرایطی که از خدا میاد دیگه. اگه لغمه کوچکی بخورد لذت نمیبرد، نمیتواند میتسوات را برآورده کند. زیرا کسی که لغمه کوچکی میگیرد، از شبات که میگه، شبات چیزیه که هیچ کار نمیتونه انجام بده. یعنی میگه که اگه تعطیل نبود بهتر بود، یعنی محدودیت دیگه. یعنی اگه شخص از لذت شبات لذت نمیبره، این شکله. لذت بردن از شبات نیز یک میتواست. اگر انسان از خوردن غذای شبات لذت ببرد، عدالت را رعایت نکرده. بنابراین قاعده است که در شب که ظهر خانی نزدیک است،
تا تاریک شدن هوا نباید غذا خورد تا از غذا لذت برد. حکیمان در این باره چی میگن؟ البته که از غذا حرف نمیزنه اینجا. میگه که شخص برای اینکه از چیزی لذت ببره باید آرزوش رو بزرگتر کنه. اگه آرزوم بزرگ نیست در کار نمیتونیم بزرگ کنیم آرزومون رو، اون وقت از این کار نمیتونیم که لذت ببریم و به این خاطر شخص افت و خیز داره در معنویات. اگه ظرف نیست نور هم نیست. باز هم شخص اگه نمیتونه که پیشرفت، با این حال حتی اگر کسی نتواند هدف گذاری کند، باز هم میتفوت خوردن ماترا را انجام میدهد. علاوه بر این در مباهات، گرچه نمیتواند قصد احسان کند، حتی با خوردن مباهات در مواقع لزوم دیگر تحقق نیافته است. یعنی بدون آنها نمیتواند زندگی کرد. انسان در هر شرایطی مجاز است این چیزها را دریافت کند. ببینید اینجا ماتساینا صحبت میکنه برای پیشرفت در معنویات. چیزهایی باید انجام بدم که خوشم نمیاد، یعنی در زندگیم به این شکل بعضی وقتا، یعنی همه چیز رو با این لذت انجام نمیدیم که از اجبار انجام میدیم. این قسمتی از اصلاح ماست. زندگی به ما نشون میده که اگه چیزی مهمه، اگه نخواهی هم میتونه انجام بده. در معنویات همین، نمیخوایم به درس بیایم، البته که نمیخوایم از کیفمون دست بکشیم، نمیخوایم این کار رو انجام بدیم مثلا، ولی اگه اینها رو انجام بدیم میتونیم پیشرفت کنیم. از اینجا شخص اگه بر فرای نفسش بره، هیت گابلوت، اگه نخواد هم به دوستان موفق بشه کاری انجام بده و اگه طعم نداشته باشه و بفهمه که این مهمه، به دوستان نزدیک میشم، به خدا نزدیک میشم، اگه این تجربه رو داشته باشه، اگه خوب احساس نکنه هم، اگه این رو انجام بده اون خوبه. چرا؟ چون که در معنویات هم باید از فرای خواسته گرفتنم برم، یعنی ایگوم رو باید پایین بکشم، نفسم رو. اینجا هم مشکله. چرا؟ چون لذت در جلوی من هست و اینجا ولی نمیبینیم چیه. پس در معنویات یکم سختره، پیشرفت در معنویات سختره، چون همه چیز جلوی چشممه. چنین شرایطی وجود داره. میگه که بگیر همه چیز رو برای تو، همه چیز. پس کار ما کار منطقی هست. شخص مثل این که برای چیزی حاضر میشه. مثلا بعض وقتا میشه که به یک امتحان حاضر میشیم، خودمون رو به چیزایی حاضر میکنیم. چگونه میتونم فرای خواسته گرفتنم برم، چگونه میتونم حساب کنم، اینا رو زور استفاده کنم، نکنم، کار کنم، نکنم، چی است، چی نیست. آدم 1001 محاکمه داره با خودش. کاری میخوایم برای دوستا انجام بدیم، ولی در کوچکترین چیز حساب کتاب میکنیم دیگه. از کجا میتونم، چگونه میتونم اونو انجام بدم، چیه اونه، یعنی چیزی، یعنی بهانه پیدا و تا اون نقطه میاریم کار رو دیگه ادامه. اما در حلال و غیر ضروری، انسان وقتی از آنها استفاده میکند آنها را بیشتر مادی میکند. هرچند با خوردن آنها گناهی مرتکب نشود، از سوی دیگر میتوان گفت که ضروریات زمانی که در لولیشما انجام می شوند یک درجه کمتر از میتسوات است. بنابراین باید از پایین به بالا به موارد زیر توجه کنیم. یک، حرام ها، چیزایی که نمیتونم احسان کنم، دست نباید بزنم. دو، حلال به غیر مجاز برای احسان. این هم انجام میتونیم بدی ولی فعلا در اون شرایط نیستی. یکی اون یکی اصلا دست نمیزنم، اون یکی هم دو، یعنی وقتش رسید انجام میدم. سه، مجاز و ضروری، یعنی مینیمال.
چهار میتسوت غیر مجاز انجام شده به منظور احسان. پنج کارهایی که مجاز هستند و به منظور احسان انجام می شوند، اما یک میتسوت بدون هدف و چیزهایی که مجاز به احسان هستند نیاز به بررسی دقیق تر دارند، زیرا جایی برای خطا وجود دارد، بنابراین بسیار مهم هستند. نمی خواهم مرور کنم. به قصد احسان انجام شد. پس شیش، به قصد احسان انجام شد، اون هم چیزی که برای ما مهمه، چیزهایی که برای ما ممنوع. ممنوع چیه؟ یعنی رفتار بد با دوستان، این ممنوعه، این ممنوع، حرام که میگه. با هدف احسان، چیزهایی که اجازه داده شد برای رابطه برقرار کردن کار میکنیم، مثلا بر روی این کار خواهیم کرد، چیزهایی که اجازه داده و ضرور، مجاز و ضروری، این هم شخص و گروه باید انجام بده، چون برای احسان کردن اون رو در درون گروه هم باید مشخص کنیم که برای گروه خوبه یا نه. این رو باید مشخص تر کنیم نسبت به فکر خودمون. نه، میتسوتی که با احسان کردن انجام نمیشه. پنج کارهایی که مجاز هستن و به منظور احسان انجام میشند، یعنی اگه نخوام هم چیزهایی که مجبورم انجامشون بدم. کجا سنا نمیخواد به درس بیاد مثلا؟ ببینی مهمه، اگه نخواد، اگه نیت احسان کردن نیستم، در نیت گرفتن هستیم وقتی به درس میام، این شفافه، مشخصه، ولی باید انجام بدیم چون باید چیزی بگیرم از درون کار بتونم ازش استفاده کنم. و بعد پنج گفته که کارهایی که مجاز هستن و به منظور احسان انجام می شوند. به طور که گفتیم این رو باید در گروه مشخص کنیم. باید چه کار کنیم، چه کار نکنیم. بعد میتسوتی که اونم بعدم میاد این یکی هم. پس پاداش برای به دست آوردن ظروف احسان است. وقتی انسان به این ظرف ها دست آورد، همه چیز را دارد. مهمترینش اینه که وقتی صاحب ظرف شدم، اون وقت میبینم که به چی میتونم دست بزنم، نزنم، نه، فرصت این رو دارم که از چی چقدر استفاده کنم. ولی اگه ظرف احسان کردن نداشته باشم، مشخص نیست برام، چون که اونجا نیستیم فعلا. پس باید چی کار کنیم؟ اگه اونجا هم نیستیم، ولی اگه بخوایم اونجا بریم، کارهایی که باید انجام بدیم رو انجام میدیم. درس ها، چه بدونم، دوستان، اگه اونها رو هم انجام بدی، نه، خوب، نیت درست چیه؟ در مسیر احسان کردن به خدا، احسان کردن به انسان. پس نیت همیشه باید طرف سمت خدا باید باشه، که شخص با خوبی کردن به خوبی دیگران ببینه که چقدر میخواد، نمیخواد، موفقه، نیست، میتونه ببینه. ولی اگه عمل انجام نده، نمیتونه که ببینه چیه. به این شکل دوستان، دو مقاله خوندیم و مقاله ها رو اصلاح کنید، جاهایی که گفتم رو. شب بخیر همگی دوستان عزیز. سوالی نیست کنم، اگه بود بعدا حلش میکنیم. شب بخیر دوستان.